سلام به خانواده های سلطنتی، خوش اومدین. در برنامه امروز میخواییم درباره طلاق اولین همسر محمد رضا شاه یعنی فوزیه بهتون بگیم و ماجرای عشقی ملکه با ژنرال مصری. ممنون که امروز هم به ما سر زدین و قراره ما را تا پایان برنامه همراهی کنید. و باز هم ممنون از این که با لایک، سابسکرایب و ارسال برای دوستاتون از ما حمایت میکنید. فراموش نکنید با فشردن اون زنگوله در صورتی که از برنامه همون خوشتون اومده باشه میتونید روزهای بعدی هم به ما سر بزنید. روزی در سال 1318 شمسی ولیعهد جوان محمد رضا پهلوی همسر اولش فوزیه فؤاد خواهر ملک فاروق رو به ایران آورد. طبق روایت ها در مصر جشن مفصلی برای ازدواج ولیعهد و شاهزاده مصری گرفته شد و مراسم عقد در قصر آبدین برگزار شد و جشن های پرزرق و برقی به این مناسبت برای 5 هفته ادامه پیدا کرد. ام کلثوم مشهورترین خواننده عرب به این مهمانی دعوت شد و بهترین آهنگ‌های خودش رو در این جشن ها خوند. فوزیه بعد از این جشن به تهران سفر کرد که در این سفر مادر و شماری از شاهزاده ها او را همراهی کردند. ملک نازلی یعنی مادر فوزیه مستقیما در کار آماده سازی جشن ها در تهران دخالت کرد و با ادعای به سرقت رفتن جواهراتش باعث خجالت دخترش شد. فوزیه در دوران ولیعهدی محمد رضا پهلوی به مدت 1 سال همراه با همسرش در کاخ مرمر تهران اقامت داشت و حدوداً 2 سال بعد از این ازدواج ولیعهد قدرت رو در ایران به دست گرفت تا جانشین رضا شاه مخلود در ایران بشه. با این حال رابطه شاه جوان و ملکه به سرعت رو به سردی گذاشت و با وجود به دنیا اومدن یه فرزند به نام شهناز، تنها 6 سال از ازدواج اونها نگذشته بود که کار به جدایی و طلاق کشیده شد. ماجرا از سفر ملک نازلی مادر فوزیه به تهران شروع شد. در واقع ملک به تهران اومده بود تا دخترش رو که به تازگی دچار افسردگی شدید شده بود پس از موافقت محمد رضا شاه به مصر ببره. فوزیه بعدها متوجه شد که پس از این سفر دیگه هرگز به تهران بر نخواهد گشت. پس از رسیدن فوزیه به مصر هم ملک فاروق برای باقی موندن خواهرش در مصر اصرار کرد و بنا به دلایل نامعلوم خواستار طلاق فوزیه از محمد رضا شاه شد. ثبت رسمی طلاق در مصر به سال 1945 و در ایران به سال 1948 انجام شد. حالا بریم ببینیم چرا فوزیه طلاق گرفت. بسیاری علت طلاق فوزیه و محمد رضا شاه پهلوی رو نمیدونن. او خودش هیچ چیزی در این مورد گزارش نکرده و ننوشته. با این حال برخی معتقدند او خودش و مقامش رو بالاتر از خاندان پهلوی میدونست و به خصوص با خواهران و مادر شاه مشکلات زیادی داشت. عده دیگه هم بی‌علاقگی شاه به فوزیه و افسردگیش رو علت این جدایی میدونن. برخی دیگه هم فشار ملک فاروق که برادر فوزیه بوده رو علت این جدایی میدونن. در این بین برخی از منابع در کاخ پادشاهی فاروق مدعی هستند که فاروق میخواست همسرش فریده رو طلاق بده اما نمیخواست تنها پادشاه یک کشور اسلامی باشه که چنین کاری رو انجام میده. علاوه بر این فاروق میخواست در چنین شرایطی خواهرش در کنارش باشه تا وظایف ملکه رو انجام بده. اما گروه دیگه ای هستند که روایت دیگه ای مطرح کردند. اونها گفتند که فوزیه در ایران عاشق مردی غیر از همسرش شده و این امر زندگی فوزیه رو به خطر انداخته. از این رو ملک فاروق سعی کرده با طلاقش او رو از خطرات رها کنه و این روایت هر چند تا مدت ها در دهان مردم میچرخید اما هرگز توسط خود فوزیه و یا اشخاص نزدیک به او یا شاه تایید نشد. فوزیه بعد از جدایی از شاه به شدت سکوت پیشه کرد. او هیچ وقت تازه به اظهار نظر درباره دوران زندگیش در ایران نشد و خاطرات خودش رو هیچ کجا ثبت نکرد.
او ارتباط با دختر شهناز رو تا حدی قطع کرد و سعی کرد شاه رو به فراموشی بسپاره. فوزیه بعد از جدایی در 28 مارس 1949 با سرهنگ اسماعیل حسین شیرین بیک به عنوان وزیر و فرمانده نیروی دریایی سابق مصر و از بستگان خودش در قاهره ازدواج کرد. او به همسر دومش علاقه بسیاری داشت و زندگی اونها تا سالها ادامه پیدا کرد. و حاصل این ازدواج دو فرزند به نامهای نادیا و حسین بود. با این حال انقلاب سرنوشت فوزیه را مانند شاه به هم پیچید. ملک فاروق برادر فوزیه در سال 1952 توسط افسران آزاد برکنار شد و نام کشور پادشاهی مصر به جمهوری عربی مصر تغییر پیدا کرد. و با انقلاب یا به عبارتی کودتای ضد سلطنتی در سال 1952 در مصر عنوان شاهزادگی از فوزیه گرفته شد و ثروتش هم مصادره شد. اما او عموماً برای احترام شاه دخت فوزیه معرفی می شد. فوزیه پس از اون حاضر به ترک کشورش نشد و به همراه همسرش در اسکندریه زندگی می کرد. پس از انقلاب مصر، فوزیه در شهر اسکندریه و مشخصاً منطقه سموحه ساکن شد. نادیا دختر فوزیه از همسر دومش هم با یه بازیگری به نام یوسف شبان داستان دیگه ای داشت. نادیا عاشق شبان شد و علی‌رغم مخالفت خانواده‌اش باهاش ازدواج کرد. اما به دلیل عدم ناسازگاری با زندگی شبان و مشخصاً شغلش نتونست مدت زیادی با او زندگی کنه و سرانجام پیش مادرش برگشت. سرانجام فوزیه در 11 تیر 1392 یا جولای 2013 یعنی وقتی 91 سالش بود در مصر درگذشت و در شهر قاهره به خاک سپرده شد. او محسن‌ترین عضو خاندان مخلوع محمد علی پاشا جد ملک فاروق و فوزیه و پدر مصر نوین بود که در مصر زندگی می‌کرد. ممنون از این که تا پایان برنامه همراه ما بودین. لطفاً برای این که روزهای بعدی هم ما رو همراهی کنید، اون زنگوله رو فشار بدین. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.